ادامه یه حبس خانگی مهدی کروبی، این بار در یک آپارتمان دیگر. محمد تقی کروبی فرزند او این خبر را در سایت شخصیش منتشر کرده. فرزند آقای کروبی میگوید هرچند محل حبس خانگی پدرش تغییر کرده، اما ماموران اجازه ندادن فاطمه کروبی همسر آقای کروبی در کنار او باشد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات گذشته ریاست جمهوری هستند که به همراه همسرانشان 9 ماه است که در حبس خانگی به سر میبرند. آخرین ارتباط این دو با مخالفان به 25 بهمن سال گذشته برمیگردد. با آغاز اعتراضات در تونس و مصر، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌ای خواستار حضور مردم ایران برای همراهی با مردم این کشورها شدند. در 25 بهمن تظاهرات حامیان موسوی و کروبی در تهران و چند شهر دیگر برگزار شد که با واکنش تند مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شد. بعد از این رویداد بود که مقامات امنیتی این دو چهره مخالف دولت و همسرانشان را در منازلشان زندانی کردند، روندی که تا کنون ادامه یافته. به نوشته سایت سهام نیوز، حضور ماموران در منزل کروبی که در یک مجتمع مسکونی واقع شده برای همسایگان مزاحمت ایجاد میکرد. به همین دلیل خانواده کروبی خواستار انتقال او به منزلی در جماران شدند که با مخالفت مقامات امنیتی روبرو شد. به جای آن ماموران 100 روز مهدی کروبی را به یک آپارتمان اداری کوچک منتقل کردند. به گفته خانم کروبی به علت کمبود فضا و نداشتن هواخوری، مهدی کروبی با مشکلات تنفسی روبرو شد و در آخرین ملاقات او هر از چند گاهی از ماسک اکسیژن استفاده می‌کرد. محل جدید حبس خانگی مهدی کروبی در یک مجتمع سواحلی در محله شمیران تهران قرار دارد. خانواده کروبی بخشی از اجاره این خانه را پرداخت می‌کند و وزارت اطلاعات هم بخش دیگر اجاره را بابت حضور مأمورانش بر عهده گرفته. فاطمه کروبی ماه گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته بود بدعتی جدید شکل گرفته که حکومت جمهوری اسلامی هزینه زندان را بر عهده خود زندانی گذاشته. همین سران فتنه این کارو کردند. زندان خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حالی به 9 ماه رسیده که تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به جرایم احتمالی آنها تشکیل نشده و تنها برخی مسئولان از مجرم بودن آنها سخن گفتند. در راه اونچه که عقیده داریم بیستیم و مطمئنم که به نظر میرسد بخشی از فشارها بر موسوی و کروبی برای منصرف کردن آنها از مخالفت با دولت است. اما این دو چهره منتقد حکومت تا کنون اعلام کردند هنوز به اثر عهدی که با مردم داشتند وفادار هستند و از حقوق آنها کوتاه نمی آیند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.